سلام سلام سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم صحیح و سالم و سرحال باشید، مثل من با انرژی آماده باشید که امروز یک کارگاه خیلی خیلی خوب و مفید رو برگزار کنیم. خدمت همه بچه عزیزم سلام عرض میکنم. من خیلی خوبم بچه ها، عالی عالی عالی. بچه های عزیز، مجموعه آقای فخیمی و جای دیگه که هستین، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز در عمل جلسه صفر نکته و تسته. خیلی برنامه های مهمی داریم، میخوام ببینیم آقا برنامه‌مون در طی این هفته‌های آینده چگونه خواهد بود. خب لیانا رشیدی سلام، کوثر شبانی سلام، کیانا عباسی، فاطمه احمدی سلام سلام سلام. صدا مهدی اگه نداری مشکل از طرف خودت، قطعا ما این طرف همه چیزمون اوکیه. میگم چجوری چی کار کنید اینا. آره. خب بله. خب بچه اول امیدوارم که آماده باشید، به این حرفایی که میزنم خوب گوش کنید. امروز قبل از اینکه بخوام شروع کنم دیدگاه گزینه های تست ها رو براتون توضیح بدم، میخوام بهتون بگم که شما از الان که میخواید شروع کنید آروم آروم تست دفترچه‌ای بزنید، باید از چه شماره تستی توی دفترچه شروع کنید و به کجا ختم کنید. لطفاً چند دقیقه کامنت های پر انرژیتون رو نگه دارید، بعد بریم اون موقع کامنت هاتون هم جواب میدم. خب بچه ها اگه کسی قطع و وصلی داره یا چیزی رو درست دریافت نمیکنه، مشکل از طرف خودتونه، چون که اینا همه یعنی الان اینجا با اینترنت عالی هستیم و بقیه بچه ها صدا و تصویر رو دارن. ببینید بچه ها، توی کنکوری مثل کنکور سراسری 99 که الان تستاشو امروز آوردم اینجا با هم بررسی کنیم، خیلی از بچه ها شوک شدن. این که شوک شدن یعنی این که به نظرشون سوالا سخت بود، وقتگیر بود، نتونستن جواب بدن. بچه ها پارسال توی رشته تجربی با میانگین بین 50-60% و بچه ریاضی هم همین به رتبه تقریبا 1000 توی درس فیزیک میرسیدن. بچه رتبه 1000 توی درس فیزیک یک درصد قابل قبول برای کسیه که هر رشته ای بخواد قبول بشه، چه بچه های تجربی برای رشته پزشکی، دندون پزشکی، چه بچه ریاضی برای بهترین مهندسی های شریف، دانشگاه تهران، امیرکبیر یا امثال هم. اولین مطلبی که باید از همین امروز توی مغزت فرو کنی اینه: با توجه به حذفیاتی که انجام شده و با توجه به ترتیب سوالای دفترچه کنکور، یادت بمونه به هیچ عنوان نباید از اول دفترچه شروع کنی سوالا رو حل کنی بری جلو. من یه بار ترتیب سوالای دفترچه رو براتون می‌نویسم، میخوام بهتون بگم سر جلسه کنکور و سر آزمونه که از این به بعد شرکت میکنید از چه تستی باید شروع کنید و به چه تستی باید ختمش کنید. دقت کنید بچه ها، ترتیب سوالای فیزیک توی دفترچه به این شکله. شروع سوالات، ما الان اوکییم یا نه؟ نه؟ آها الان میتونیم بنویسیم. آره خب شروع سوالات با فصل حرکت، بعد از اون بچه ها دینامیک، بعد میاد نوسان و امواج، بعد از اون میره فیزیک اتمی، الکتریسیته ساکن، مدارهای الکتریکی، مغناطیس و القا، اندازه گیری، کار و انرژی، ویژگی ماده و حرارت و بچه رشته ریاضی ترمودینامیک.
خب خوب دقت کنید، قشنگ حواستو جمع کن. ببینید بچه ها، شما قراره توی این دورانی که برای جمع‌بندی میخواید حالا نکته و تست کار کنید یا هر کاری کنید، یاد بگیرید از توانتون بهترین استفاده رو کنید. یعنی چی آقا؟ یعنی من به عنوان دانش آموز اصلا سمپادی، یه دانش آموز قوی یا هر چیز دیگه که هستم، من باید از چیزهایی که بردم بهترین استفاده رو بکنم. یعنی از اون پولی که تو جیبمه بتونم بهترین نتیجه رو سر جلسه بگیرم. یادتون بمونه سر جلسه کنکور یا هر آزمونی که از این به بعد برای جمع‌بندی شرکت میکنید، ترتیب حل سوالا رو به این شکل انجام میدید که شروع حل سوالها رو از اینجا انجام میدید، از قسمت مغناطیس و الغا تا انتهای دفترچه. دلیل این هم دو تا مطلبه. وقتی شما از مغناطیس و الغا شروع کنید بیاید تا انتهای دفترچه، اولا سوالهای ساده تر رو اول میبینید، یعنی در زمانی که هنوز مغزت فعالتر سر جلسه کنکور سریعتر میتونی بهش جواب بدی. و فایده دوم اینه که توی این باکس حداقل یک یا دو سوال حفظی خواهید دید. عدد طلایی رو یادتون بمونه برای بچه های رشته تجربی، تست 226 یا 227. برآورد من اینه که امسال میشه 226 با توجه به حسیات. این عدد طلایی برای بچه رشته ریاضی 187 یا 186. اصلا نگران نباشید، الان با هم میریم توی دفترچه 99 اینو با هم تمرین میکنیم. پس شروع حل رو از اول مغناطیس و الغا میذارید تا آخر اینجا. حالا حرارت برای بچه های تجربی و ترمو برای بچه های ریاضی. باکس یک رو تموم کردید. این تقریبا از 226 حالا شروع کنید تا 235 برای تجربی ها نزدیک 9 تا 10 تا سواله، برای ریاضی هم 13 تا 14 تا سوال. بعد از اون میرید سراغ باکس دو. باکس دو میشه قسمت نوسان، موج و فیزیک اتمی. بچه اگر شما خیلیاتون دچار این مشکلی که در زمان 73 ثانیه نمیتونید یه تست فیزیک رو حل کنید، اگر شما باکس یک و دو رو درست و با آرامش جواب بدید به درصد 50 تا 60 رسیدید. حتی اگر کنکور وحشتناکی مثل کنکور 99 باشه. پس بچه ها دقت کنید، این چیزی که میگم رو باید بارها و بارها تکرار کنید. با هم هم سر کلاس نکته و تست تکرار میکنیم. من بیل نمیگیرم دستم از سوال اول شروع کنم بیام پایین. باکس یک و دو از مغناطیس و الغا شروع میکنم میرم پایین، تموم شد. باکس دو میام سراغ نوسان و موج و فیزیک اتمی. شماره باکس دو برای بچه رشته تجربی میشه 212 یا 213، که البته من تخمینم همون 212. برای بچه رشته ریاضی از تست 165 یا 164. لطفاً این اعداد رو به خاطر بسپارید. خب این دو باکس رو حل کردم، تموم شده. الان همه چیز رو، همه این دوتا رو با آرامش جواب دادم. حالا الان که وقت اضافه دارم میام سراغ ادامه سوالایی که مونده، یعنی فصل حرکت دینامیک، الکتریسیته ساکن و مدار. این پوینت اول، به عنوان کسی که حداقل ببین هر دو هفته یه بار بالای 23000 نفر تو آزمون گارد شرکت میکنم، من کارنامه هاشون رو میبینم. توی آزمون ما سرگروه هم بچه های خیلی قوی کشور اونجا شرکت میکنن، کارنامه هاشون رو میبینم. باور کنید بچه ها، باور کنید اگر از توانتون، هر توانی که داری، درست استفاده کنی یک نتیجه بسیار بهتر میتونی بگیری. یعنی خیلی از بچه ها توی آزمون قلمچی ترازشون توی فیزیک میشد مثلا 6500 7000، ولی کنکور 99 رفت خراب کرد. دلیلش هم این بود که این ترتیب رو رعایت نکرد. یه چیزی رو تو ذهنتون قشنگ داشته باشید، شماها یک دانش آموزهای منحصر به فردید چون محصول کرونا اید بچه ها.
این ایام کرونا باعث شده که شما آزمون‌ها رو توی خونه زیر باد کوله کنار بخاری با آرامش جواب بدید. وقتی که سر جلسه کنکور میشینید، اتفاقی که میفته اینه که انقدر استرس وارد میشه، فشار خونتون میفته، قند خونتون، اون موقع باید از این تکنیک استفاده کنی تا بهترین نتیجه لازمو بگیری. یه انرژی مثبت بدید ببینم همه بچه ها. مرسی مرسی سینا، مرسی اون یکی سینا. خب خب خب، اما نکته دوم، نکته دوم، نکته دوم. پس بچه ها لطفاً این اعداد رو به خاطر داشته باشید و توی خونه روش تمرین کنید. برای اینکه بچه ها فقط اینا رو بتونید تمرین کنید، بهترین منبع کتاب دور دنیای گاج در 4 ساعتیه که نوشتم، دور دنیا در گاج 4 ساعت. اگرم کسی تهیهش نکرده نگران نباشه، فایلش رو در اختیارتون میذارم که دفترچه فیزیکش رو بتونید به این شکل استفاده کنید. اما کلاغ سفید یکی میگه چیه؟ کلاغ سفید بچه ها، مرسی فاطمه احمدی. آره زهر، شماره تست هنوز رو دفترچه است. بیا هایلایتش کنم، یه هایلایت خوشگل و خوشرنگ پر انرژی. بیا 226 یا 227، 212 تا 213 ریاضی ها اینا، چه رنگ خوشگلی هم داره. خب اما به غیر از بحث این شماره تست هایی که بچه ها باید حتما رعایت کنید، الان میخوام امروز یه چند تا چیز رو براتون نشون بدم. یکی این که آقا من اگه رفتم سر جلسه و خیلی تستا سخت بود، آیا میتونم از روی گزینه ها یه سری تستا رو جواب بدم؟ میخوام بگم جواب مثبته. و این که میخوام بگم جوابم مثبته، فقط و فقط ملاکم همین کنکور 99. چرا اینقدر تاکید میکنم رو کنکور 99؟ به خاطر اینکه کنکور 99 سبک و سیاق فیزیکش با همه سالهای دیگه فرق میکرد. پس اگه امسالم در این حد بخوام بدن، باز این روشی که میگم قابل اجراست. فقط دقت کنید بچه ها، خیلیاتون الان ردیف اینجا دارم میبینم دیگه، میگه آقا 1400 چجوریه؟ چجوری در میاد؟ سخته، آسونه، فلانه، وحشتناکه؟ چون عموما همیشه هم حالا یه حرفی پشت سر ما هست که شما میفهمید و خبردارید و یه حرف رو میزنن. من تحلیلم اینه بچه ها، 1400 به سختی 99 نخواهد بود، اما در همون لوله، علل خصوص، علل خصوص محاسبات عددیش، علل خصوص، علل خصوص محاسبات عددیش. خب اما راجع به کتاب و اینا میگم، ریحانه 1401 هم میگم، مبینا 1401 هم میگم، و اینکه جواب همه رو خواهم داد. عجله نکنید، عجله نکنید، عجله نکنید. من میخوام بچه ها بهتون یه چیزی رو اول نشون بدم، بعدش میام رو کنکور 99 میخوام تستم حل کنیم. این چیزایی که میخوام بهتون نشون بدم برای اینه که یه مقدار خیالتون راحت بشه. بعد از این که اینا رو نشون دادم، میام از روی گزینه های تستای کنکور 99 هم یه سری تحلیل بهتون میدم. بچه ها این فایل رو توی کانال گذاشتم، فایل کنکور 99 مال انتشارات عزیز فار، دوستای عزیزم که زحمت تایپ و ارجاع اینا رو کشیدن. میخوام چند تا از سوالاش رو با هم بررسی کنیم، بعد بهتون پوینت بدم این سوالا رو چجوری میشد فهمید که این تیپ میاد. خوب دقت کن به این حرفی که میزنم. بیایم جلو یه سری تستا رو بررسی کنیم با هم.
این 99 تجربیه. لطفاً به این تست 214ش دقت کنید. تست 214 تجربی میگه که جواب سوالا رو میدم. الان فقط گوش کنید. میگه جسمی به جرم 100 گرم به فنری به فنری متصل است، در لحظه ای که انرژی، اگر بیشینه انرژی جنبشی 0.8 میلی ژول باشه، بیشینه انرژی جنبشی یعنی انرژی مکانیکی، در لحظه ای که انرژی پتانسیل 0.4 میلی ژوله، وقتی این 0.4 باشه یعنی انرژی جنبشی هم باهاش برابر بوده، سرعت نوسانگر چند متر بر ثانیه می شود. این تست کنکور 99 بود. بریم با هم تست نکته و تست پارسال رو ببینیم. خب این تست نکته و تست پارسال بیاییم تست رو ببینیم خب هنوز باید بریم تخته خیلی دیر لود میشه. خب قشنگ نگاه کنید بچه ها، خوب نگاه کنید، قشنگ دقت کن. این سوالی بود که پارسال، چون الان من توی این بچه هایی که اینجا حضور دارید یه چند نفرم میبینم از بچه های نکته و تست پارسال هم. تست شماره 8 رو نگاه کنید. میگه نوسانگری به جرم 100 گرم به یه فنر بستیم، اگر انرژی مکانیکی 8 میلی ژول باشه، در لحظه که انرژی جنبشی و پتانسیل با هم برابره، اندازه سرعت همونه. نه بچه، من نه طراح کنکورم نه چیز دیگه. اونایی که قبلا سر کلاس بودن میدونن این سوال کجا اومده که عددش همون در اومده. این تستا از این کتاب راهنمای معلمه که سر کلاس براتون توضیح دادم. نتیجه اخلاقی به مجموعه تستای نکته و تست دو دستی بچسبید. الان این فیلم داره ضبط میشه، من دو سه تا جمله میگم، فردای روز کنکور میبینید که درست در میاد. امسال از کتاب 12 قطعه به یقین از فصل 3 به بعد، یعنی بچه های تجربی فصل 3 و 4، بچه های ریاضی هم فصل 3 به بعدشون، حتما از تمرین آخر فصل سوال خواهید داشت بدون تغییر عدد یا با تغییر جزئی. این خط این نشون. بریم یه سوال دیگه ببینیم بچه ها با هم دیگه. مثلا بیایم تو کنکورا. یه تست دیگه. این سوال که حفظی بود، دقیقاً تست اول نکته و تستمون هم بود. حالا بعدم نیست نگاش کنید. میشه تو اون فایل بریش صفحه اول کمک کنید، چون از اینجا اندکی سخت میاد. از همین این. اینو به صفحه اول. آره. من خورده کامنت‌های بچه‌ها رو ببینم. حنانه شکری، نادیا مهدوی، فاطمه، آرش. میگه کتاب راهنمای معلم رو نتونستم از سایتش بگیرم، چی کار کنم؟ به قرآن تو کانال هست، به حضرت عباس تو کانال هست. مرسی. خب زهرا آقا بیاین مثلا این تست رو نگاه کنید بچه ها توی نکته و تستمون.
این سوال رو بیاید نگاه کنید. تست شماره ده، تست شماره ده آدرس کانالم میگم دوباره. چشم آدرس کانالم میگم. میگه مساحت شهری 390 کیلومتر مربع، در یه روز بارانی ارتفاع اینقدر بارون اومده، تخمین مرتبه بزرگی. بچه جلسه یک نکته و تستمون اولین چیزی که کار باهاتون میکنم همین بحث تخمین و مرتبه بزرگیه، به خاطر اینکه تو 99 که سوال ازش اومده بود خیلی از بچه ها نزده بودن. نگاه کنین این تست، بیان روی دفترچه کنکور. اینم بچه ها تست 230 تجربی خارج از کشور رو ببینید. 230 تجربی خارج، 230 تجربی خارج میبینن همه دیگه. شهری با مساحت 180 کیلومتر مربع، انقدر بارون اومده، تخمین مرتبه بزرگی. حالا از این خوشگلترش هم باز داریم ها، از این خوشگلترش رو نگاه کنید. این سوال بچه ها 235 کنکور تجربی 99 رو نگاه کنید. 235 تجربی 99. اینو میشه تمام صفحش کنیم لطفا؟ میگه که به 500 گرم یخ منفی فلان. آره طرح درس رو میگم الان، یه خورده این تستا رو بررسی کنم، بعد میخوام یه سری تست گزینه‌ای به براتون حل کنم از 99. طرح درسم میگم. میگه به 500 گرم یخ منفی 20 با آهنگ 10.5 کیلوجول 20 دقیقه گرما میدیم، دمای نهایی چقدره؟ 99 تجربی. بریم رو جزه نکته و تست پارسال ببینیم این تست رو چجوری آورده بودیم. میشه اینو یه مقدار بر من بیارش پایین؟ کنم خودم بیارم فرست سر بشه ها؟ بایسا؟ اندکی خب این سوال رو قشنگ دقت کنید، قشنگ تست 38 به 200 گرم یخ فلان با آهنگ همون عدد گرما میدیم چقدر؟ خب اما این پس ببینید بچه ها، این مجموع نکته تست پارسال چیزی هم نبود که من بعد از کنکور عوضش کنم. به تست های نکته و تست خوب دو دستی بچسبید، این مطلب اول. اما مطلب دوم، قبل از اینکه بخوام برم تست 99 رو با هم یه سریشو بررسی کنیم، یکی میگه آقا من الان به عنوان دانش آموزی که الان شده یک اردیبهشت، از الان میخوام شروع کنم به جمع‌بندی، با چی کار کنم؟ خوب به این چیزایی که میگم دقت کن. اولا یک، خوندن جزوه کتاب کمک آموزشی اینا رو دیگه کامل فراموش کنید. شما دیگه از الان تا کنکور نمیرسید برگردید برید چه میدونم 100 صفحه جزوه دینامیک بخونی، 50 صفحه جزوه نوسان بخونی، 70 صفحه جزوه مدار بخونی. برای دوره کردن کاری که باید انجام بدید اینه. توی برنامه نکته و تست ما 8 به اضافه 1 جلسه داریم، این مذاکرات هسته‌ای هست 5 به اضافه 1، ما 8 به اضافه 1 جلسه داریم. طرح درس رو خدمتتون ارائه کردم، تو کانالم میذارم. قبل از هر جلسه کاری که میخوام انجام بدی اینه که خلاصه ای که برای اون فصل در اختیارتون گذاشتم، مثلا این الان خلاصه فصل یک
یازدهمه. کل الکتریسیته ساکن دو برگه، همین یک دو. خلاصه فصل رو کامل مسلط باش. آقا میگی خب من خلاصه فصل رو مثلا الکتریسیته ساکن هیچی نخوندم، مسلط باش یعنی چی؟ یعنی آقا این فرمولایی که توی این یه برگ، یه برگ میشه یه صفحه پشت و رو، فرمولایی که توی یه برگ نوشته شده رو بلد باش. من نیومدم بگم آقا اینقدر جزء رو بخونا، یه برگ. یعنی روند خوندن شما برای نکته و تست باید به این شکل باشه. قبل از جلسه نکته و تست که روزهای شنبه ساعت 2 تا 6 ثابت از همین شنبه آینده شروع میشه تا هفته قبل از کنکور هر شنبه میاد. حالا ممکنه بگی آقا تا هفته قبل از کنکور میشه 11 هفته، تا روز کنکور من باهاتون هستم. 8 به اضافه 1 جلسه درس داریم، تست جامعه هم با هم حل میکنیم. الان قبل شنبه هفته آینده است، خلاصه اون جلسه رو میخونیم. آقا این خلاصه یعنی فرمولش رو بلد باش، ای میشه اف به کیو صفر، بدون اینجا کیو صفر چیه، فرمول ای چیه، همین. نمیخواد سوالی ازش حل کنی. اینجا چه میدونم برای خازن اومده مثلا فرمول انرژی رو گفته، فرمول انرژی پتانسیل، رابطه ظرفیت. پس قبل از هر جلسه شما خلاصه مربوط به اون جلسه رو میخونید. هر کس بچه ها از طریق گروه و کانال خودشون به دستتون میرسه، نگران نباشید. کیانا میگه آقا این خلاصه ها کافیه. کیانا کافیه، قرار نیست با این خلاصه تو همه چیزو یاد بگیری. قرار این خلاصه باعث بشه وقتی که من دارم توی نکته و تست تستو حل میکنم دیگه مطلب بشینه تو کلت، یعنی دیگه از ذهن چیزی خارج نشه. پس دوباره از اول قبل از بچه ها میگم چی کار کنید، الان میگم ثبت نام کنید چی کار کنید، اینا رو میگم. الان گوش کنید بروند. هیچی هم که نخوندید آقا فصل اصلا فصل تو هیچی بلد نیستی، همین خلاصه رو 2-3 بار دوره کن، فرمولاش رو بدون. پس قبل هر جلسه خلاصه اون جلسه رو میخونید، کامل یاد میگیرید، میاد سر کلاس. من برعکس همه نکته و تستایی که زمانشون 2 جلسه‌ایه کلاس رو 4 ساعت و نیم اعلام کردم که قشنگ برسین گیر و گورا رو در بیاری. شنبه ساعت 2 تا 6 خلاصه رو خوندی، اومدی کامل ازش تست حل کردیم، همه نکات رو یاد گرفتی سر کلاس، تموم شده. اما هنوز کار من با تو تموم نشده. برای اینکه مطمئن بشم مطلب توی ذهنت تثبیت شده، از هر مبحثی که درس میدیم 2 تا آزمون میگیرم. 2 تا آزمون کیه؟ الان امروز جلسه دوم مثلا نکته و تست ماست، داریم فصل الکتریسیته ساکن رو بررسی میکنیم. الکتریسیته ساکن رو که تو خلاصش رو خوندی و سر کلاس گوش کردی، ته کلاس یه آزمون دفتری ازت میگیرم. این باعث میشه که بفهمم چیا رو یاد گرفتی چیا رو یاد نگرفتی. پس آقا امروز این فصل رو درس دادیم، الکتریسیته ساکن خلاصش رو خوندی، تستاشو حل کردیم، آخر کلاس نمیذارم بری، ازش آزمون میدی از خود الکتریسیته ساکن. تموم شد، رفتی خونه، خدافزی. هفته آینده که میای اول جلسه بعدی دوباره از الکتریسیته ساکن یه آزمون میگیرم. بهتون قول میدم اگر کسی همراهی کنه، یعنی خلاصه رو خونده باشه، سر کلاس گوش کنه، آزمون آخر کلاس از اون مبحث رو شرکت کنه و آزمون اول جلسه بعدم دوباره از اون مبحث شرکت کنه، قطع به یقین درصدش یه پیشرفت قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. نکته دوم این که تو توی آزمون‌ها شرکت کنی و نتیجه‌شو من تحلیل کنم، باعث میشه یه اتفاق خیلی مهم بیفته. بچه ها من خودم رو خیلی وقتا میذارم سر جای شماها. سر هر کلاسی که میرید معلمه، مثلا من معلم فیزیکم، داره برای خودش درس میده، به نظرش خیلی هم بدیهیه و خیلی هم مثلا ممکنه که آسون به نظر بیاد و مثلا اون میگه و رد میشه و میره.
من خودم این تجربه رو جدیداً داشتم، گفتم آقا بذار یه کار جدید رو من یاد بگیرم، توی یاد گرفتن این کار جدید بفهمم آقا این بچه ها چی میکشن که دوچار مشکل میشن. رفتم یه کلاس نرم افزار ثبت نام کردم راجع به نرم افزار کامپیوتر و بعد یه چیزی رو متوجه شدم، اون استاد اون کلاس یه سری از چیزا انقدر براش بدیهی بود و سری رد میشد و وقتی من ازش میپرسم آقا اینجا رو من نفهمیدم، تعجب میکرد. بعد به من میگفت که بابا این که خیلی ساده است، چرا نفهمیدی؟ اون موقع بود که فهمیدم بچه ها چی میگن. یعنی اتوماتیکوار من معلم، منی که کارم اینه، هر موقع یه موقعی که دارم یه چیزی رو توضیح میدم ممکنه به سرعت ازش رچم و خودم متوجه نشم. این آزمون ها به من کمک میکنه که بفهمم تو چی رو نفهمیدی. اگر توی آزمونی که اول جلسه بعد میگیرم دیدم آقا بچه ها سوال خازن رو خیلی جواب ندادن، اوکی، پس حتما اون روز من خازنه رو اونچنان که باید تو کلتون فرو نکردم، 10 دقیقه وقت میذارم دوباره توضیح میدم. پس این آزمونهای اول و آخر هر جلسه رو لطفاً جدی بگیرید. به این کاری که اولین بار تو کلاس نکته و تست داره انجام میشه و این وقت و انرژی گذاشته شده که شما بهترین نتیجه رو بگیرید. خب بیام یه سری این کامنت های من اینجا قفل شده. موسم تا اومد اینجا. خب 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 آره، کامنت ها فقط برای من دیده میشه. خب اسماتونو رام تین میازی اصلا نگران این خلاصه نباش، هر فصلی خلاصه داره، اینو فقط به عنوان نمونه آوردم و توی کانالم میذارم براتون، نگران نباش رام تین. مرسی. کوسر آها، یکی الان میگه آقا نمره ها رو اعلام میکنید؟ اصلا بچه ها به خدا این آزمونی که میگیرم به نیت چیه بفهمم شما چی رو یاد نگرفتید و به تو کمک بشه که مطلب تو ذهن جمع‌بندی بشه. اصلا درگیر به قرآن نمره اعلام نمیکنم. اگه تو نگرانی دینه به خاطر نمره اعلام کردن من میخوای تو آزمون شرکت نکنی، اعلام نمیکنم. بابا الان دم کنکور لام هستم. من مخلصم حتی. یکی الان آره حفظیات هر فصلم که جدا توی کانال میذارم، یه فصل دیگه هم خلاصه‌شو بیاریم باز برسیم تست 99 هم باید حل کنیم کار داریم. ببین مثلا الان این خلاصه فصل مثلا 3/12 به کلن همین یه برگه، کل نوسان و موج همینه دیگه، سراغ انقدر جز و اینا نمیرسی بری. پس برنامه دوباره تکرار میکنم، آقا از امروز تا کنکور هر جلسه که برای نکته و تست دارم براتون میذارم، حتی اگه هیچی ازش بلد نیستی روز قبلش 2 دور 3 دور خلاصه رو بخون، بدون این فرمول وی میشه رادیکال چه میدونم ام به روی ال برابر با رو آم میشه، سرعت نور میشه 1/√ رادیکال اپسیلون، معنیش هم ندونستی مهم نیست چون توی نکته و تست از همش سوال حل میکنه. هر جلسه که تموم شد الان نوسان رو گفتیم، این مثلا خلاصه فصل 3 راجع به صوت و اینا، نوسان رو گفتیم، سوالاشو حل کردیم، آخر همون جلسه از همون درس امتحان میگیرم ازت که بفهمی چی یاد گرفتی و جلسه بعدیش هم دوباره از همون مطلب که رفتی دورش کردی آزمون میگیریم. اوکی آقا آدرس کانال رو بگم، کچلمون کردن یه عده. آدرس کانال بچه اگر کسی واقعا هنوز هست که آدرس کانال رو نداره بنویسه، این آدرس کانال.
این چرا اذیت میکنه؟ چرا این اذیت میکنه؟ این آدرس کانال فیزیک آندرلاین چنل 1. این آندرلاین آخرش که بینشون هیچ فاصله هم نیست، هیچ فاصله هم نیست. بله بله، متینی وسط سوال میپرسه آقا کتاب دور دنیا در نیم ساعت رو شما تستاش رو تعلیف کردین یا نظارت کردین؟ الان نمیدونم چه رفتی به این جلسه امروزمون داره، ولی متین هر جایی که هستی احتمالاً اگر که دانش آموز باشی باید مثلا 16 17 18 ساله در این اوردر باشه. این سن تو زب داره، دو بکنی سه بکنی میشه تعداد کتابایی که نوشتم من. واقعا ببین خیلیش اصلا یادم دیگه نمیاد، ولی حالا اگه این جزء مشکلات زندگیته دایرکت بده تو اینستا فکر میکنم و جوابتو میاد. خب اما همه اینا رو هم در مورد نهایی، آها در مورد نهایی، این که گفتم کلاس مثل مذاکرات هسته‌ای 8 به اضافه 1، اون 1 جلسه نهاییه. یعنی من قبل از امتحان نهاییتون یه کلاس براتون میذارم با روی کرد امتحان نهایی اما دید کنکور. یعنی اون الان گفتم آقا بچه ها فصل 3 به بعد 12 تمریناشو بلد باشید، داخل اون جلسه میگم کدوم تمرینا مهمه. و یک مطلب دیگه، این حسیاتی که اعلام کردن رو لطفاً با دقت بهش نگاه کنید. مثلا یکی از چیزهایی که دور سرش داره میچرخه سوال بیاد مسئله عددی لیزره. پارسال که حسیات رو اعلام کرده بودم ما یه کارگاه گذاشتیم گفتیم های بچه ها این سوالا رو بلد باشید، جز حسیاس ولی سوال ممکنه ازش بیاد. و 99 اومد. امسال هم همونه. لیزر بچه ها اومده لیزر رو حس کرده، اما توی تمرین های آخر فصل تمرین شماره 4 یا 5 برید تمرین آخر فصل رو نگاه کنید، بچه های تجربی فصل 4تون، بچه های ریاضی فصل 5، اومده سوال از لیزر رو توی قسمت دیگه تو تمرین کتاب درسی آورده و این پتانسیل طرح سوال رو داره. خب قبل از که بخوایم بریم سراغ حل تست، یا حضرت عباس یا حاضری بدید ببینم هر کدوم از کدوم شهرین. این بر دوباره اینا افشت. به به، همدان 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 همدان، شیراز. خب خیلی عالی خیلی عالی خیلی عالی خیلی عالی، همه ایران سرای من است. خب اما یه چیز دیگه ای که باید راجبش صحبت کنیم اینه که بریم سراغ تست 99. یه چند تا، فاطمه میگه استاد کلن صفریم. فاطمه فکر کنم توضیح دادم صفر صفرم که هستی، صفر صفر مطلق. خلاصه رو میخونی میای سر کلاس گوش میکنی، آزمون اول کلاس و ابتدای جلسه بعدی رو شرکت میکنی. اگه این کارا رو بکنی نتیجه میگیری. ببینی if then، اگر بکنی نتیجه میگیری، اگر نکنی نتیجه نمیگیری. و یه جمله دیگه، یه جمله دیگه، اتوماتیکوار خیلیاتون بعدن ایراد میگیرید آقا این سوالی که حل میکنی خیلی سخته. هیچ ایرادی نداره، این کلاس برای بچهای خوبه. ترجیح من اینه که سر کلاس نکته و تست اذیت بشید، قور بزنید، ولی وقتی رفتی سر کنکورت شوک نشی دیگه، مثل بچه های 99 نشی آه اون از کجا اومد عدداش فقط سخته. پس بچه های سمپاد، تیسوشان، فرزانگان و همه بچه های که همتون باهوشید، همتون عزیزید،
اگر سر کلاس سوال سخت مثال حل میکنم نگران نباشی، وای ما اینا رو بلد نیستیم. هدف اینه که هیچ نکته تاریکی توی ذهنتون بعد از برگزاری کلاس باقی نمونه. این کانال مال تلگرامه. آره پی دی افش هم توی کلاس هست. توی کانال همه شرایط ثبت نام اینا رو امشب خواهم گذاشت. آها آزمون جامعه یکی دقت کنید بچه ها، ما توی 8 هفته تقریبا تا 20 خرداد اینا همه اینا رو مباحث رو تموم میکنیم. 8 جلسه برنامه هم اینه. هفته اول فصل 1 و 2 فیزیک 10 چگالی اندازه گیری کار انرژی، هفته دوم فصل 3 و 4 فیزیک 10 ویژگی ماده و فشار به همراه گرما، هفته سوم الکتریسیته ساکن، هفته چهارم الکتریسیته جاری، هفته پنجم مغناطیس و القا. دقیقا من سعی میکنم یه فوق‌العاده بذارم قبل نهایی رسیده باشیم به 12. هفته ششم حرکت، هفته هفتم دینامیک، هشتم هم نوسان و موج و ادامه. نگران نباشید آزمون اول و آخر کلاس رو بهتون میگیم که چه جوری برگزار میشه. نه زهرا عبدالله زاده همونجا بیا، همونجا که اومدی اوکیه. اگه بچه‌ای از ماز هستین همون ماز رو بیاید، نگران نباشید، اب نداره نرگس. خب اتاق هفتم هستم، به جامعه های گاجم میرسیم، به قلمچی هم میرسیم. پس آقا تا 20 خرداد تموم کردیم، بعد از اونم جامعه حل میکنیم. اما پیشنهاد من برای شما اینه که اگه میخواید تستای جامعه رو شروع کنید به زدن، از اوایل خرداد کتاب دور دنیا در 4 ساعت رو بزنید. بریم سراغ 99. یه چند تا از تست 99 رو با هم حل کنیم. میخوام تحلیل گزینه بهتون یاد بدم. بعضی از مواقع اون این فایل رو میشه بیارید من یکی دو تا نکته روش بگم. یه دونه از همین جاهاست، خوبه دیگه بذار از همین مثال بزنیم بعد بریم. مثلا بچه یه همچین سوالی رو نگاه کنید، من یه دید بهتون بدم. الان دوباره یه عده درگیرم برای رقابت نمره ها رو میگه اعلام کنید. آقا الان نگران این رقابت و پقابت و اینا نباشید، گوش کن بم. من مثلا این تست 17 رو سر جلسه کنکور باهاش مواجه شدم. الان خیلیاتون بلدید جوابش ها، الان درگیر این نیستم که نکته این تست چیه. میخوام بهتون بگم یه موقعی اگه از عقل و شعورتون درست استفاده کنید، میتونید بدون این که بلد باشید تست رو جواب بدید. آقا الان 2 نقطه اومده آبی و سیودی رو مشخص کرده، میگه فشار اینا رو مقایسه کنید. من یه چیزی میدونم در یعنی هر ابتدایی ترین نکته که هر کی بلده، 2 نقطه داخل یه مایه همفشار هستن، 2 نقطه توی 2 مایه مختلف همفشار نیستن. الان سر جلسه کنکور رسیدم به این تست. من میدونم پی سی و دی باید برابر باشه. پس الان این 2 گزینه هست میشه، چون پی سی و دی رو برابر نداده. از طرف دیگه میدونم پی آ و بی نباید برابر باشه، پس اینم هست میشه، میمونه فقط گزینه 4. از جهت دیگه، از طرف دیگه، از طرف دیگه، یه جمله بهتون میگم این منطق ریاضی پشتشه. اگر سر جلسه کنکور
یه تستی رو مطمئن بودی دوتا گزینش غلطه، مثلا من آقا مطمئنم گزینه یک و دو غلطه، راجع به سه و چهار هیچ ایده‌ای ندارم، بر خداوند متعال تکیه کن و بزن. دلیل این حرفم اینه بچه ها، منطق ریاضیش اینه، هر سه تست غلط یک تست درست رو از بین میبره. خب فرض کنیم تو 10 تا تست رو جواب دادی به شکل شانسی که مطمئنی دوتا گزینش غلطه، منطق ریاضی میگه که تو 5 تا رو درست زدی 5 تا رو غلط. اگه درصد اینم حساب کنی این 5 تا غلط 2 تا از درست اینو میبره، 3 تا درستش تقریبا باقی میمونه، 3 و 3 دهم. پس منطق اینه که این کارو انجام بدی. البته اگه بد شانسید من مسئولیتی بر عهده نمیگیرم، من دارم راجع به منطق ریاضی حرف میزنم. اونایی که میدونن پیشونیشون سیاهه و کلا هر موقع، چون به بعضی ها اینجوری هم دیگه، هر تستی و مثلا بین دوتا گزینه گیری اینو بزنی اون میشه اونو من دارم راجع به منطق ریاضی صحبت میکنم. خب بله روش محاسبات هم عرشی ها میگم. بریم آقا محمد حسین تازی میگه از چه تستی شروع کنیم؟ 99 برام بیا شروع کنیم سری تست براشون حل کنم که محاسباتم بفهمید. فاطمه چرا نامردی؟ از اول اولش بیام. خلاص این به ترتیب کنکور نیست، نمیدونم منظور چیه. آقا یه چند تا تست راجع به این چیزایی که گفتم بریم جلو ببینیم یعنی چی. الان تست 208 یه سوال از حرکت شناسیه، میگه که نمودار مکان زمان اینه، سرعت متوسط در این بازه زمانی بوده 3 متر بر ثانیه، مسافت چقدر؟ خب قشنگ دقت کن، الان فرض کنیم من فقط از حرکت یه تعریف سرعت متوسط رو بلدم، وی اوریج میشه دلتا ایکس به دلتا تی، سرعت متوسط رو به هم داده 3، بازه زمانی هم از 1 تا 6 5. بچه دلتا ایکس یه طرف این وسط این کنید میشه 15. خب حتما حتما توی هر حرکتی مسافت از جابجایی بیشتره، مسافت از جابجایی بیشتره، پس الان نمیتونه گزینه 1 و گزینه 2 درست باشه، میمونه 3 و 4. اگر که الان سر جلسه همینم بلد بودی بر خداوند متعال تکه کن و بزن. همه گرفتید مفهوم معنی چیه؟ بریم یه سوال دیگه باز رو همین 99 عزیز پیش روی کنیم. 99 تست 221 از اون سواله بدقلق 99 بود، یه نگاه بهش بندازید. 221 یکی میگه من به شما میخوام تکیه کنم، آقا به من چرا تکیه، به خدا تکیه کنم. خب بچه نگاه کنید، 2-3 تا دید بهتون بدم. اولا 1، این بچه ها اینجا این اختلاف پتانسیل 80 ولته، اینجا که به زمین وصل شده پتانسیل 0 دیگه، خودش هم نوشته. خب اینجا پتانسیل 0، اختلاف پتانسیل هم 80، پس بالا پتانسیلش بوده منفی 80 ولت.
اینجا هم صفره. پس نگاه کن الان منطق چی میگه؟ اینجا پتانسیل صفره، بالا منفی 80. پتانسیل بین این دو تا صفحه توی این نقطه ها باید یه عدد های منفی باشن دیگه، منفی 20، منفی 30، منفی 40، منفی 60. اینو که همه میفهمین. خب کدوم گزینه ها هست میشه؟ کدوم گزینه ها؟ گزینه 3 و 4 خداحافظ. اما الان ببین، باز الان رو گزینه من میتونم تشخیص بدم. بچه اینو داده 4 میلیمتر، کلش 1 سانتی متره، یعنی معلومه که اینجا من بکشم شکل رو که کنار گزینه هامون باشه. یا حضرت عباس، اینجوریه. این صفحه پایینی پتانسیلش صفره، صفحه بالایی پتانسیل منفی 80. این نقطه از اینجا 4 میلیمتره، از بالا 6 میلیمتره. ناموسن بگید ببینم الان پتانسیل این نقطه باید به صفر نزدیکتر باشه یا منفی 80؟ به صفر باید نزدیکتر باشه. پس بین منفی 48 و منفی 32، منفی 32 رو باید انتخاب کنم. میفهمین؟ ببینید بچه ها، شما سر جلسه کنکور با فرض اینکه خیلی سخت باشه دو تا سوال هم اینجوری بزنی دو تاست. ببین من اصولا حالا از این بشکن و بالا بندازی ها هیچ وقت نمیگم، نمیام به تو یا آقا این 4 تا نکته رو بلد باش همه تستا حل میشه. نه، تو باید اصولی فیزیک رو یاد بگیری، تستاشو مسلط بشی، اونم تست سخت، اما باید تکنیک هم بلد باشی. تکنیک یه موقعی سر جلسه با دو تا تست باعث میشه من درس فیزیکم کاری کنه که از دانشگاه زابل بیام دانشگاه تهران، مثلا از چه میدونم آزاد بیام سراسری، از دانشگاه کابل بیام زابل. خب ساجده میگه متوجه نشدم. ساجده علی خانی، ساجده به صفر باید نزدیکتر باشه تا منفی 80 دیگه، یعنی عددی که به صفر بین این دوتا نزدیکتر میشه منفی 32. فهمیدی؟ آره، رام تیم با تناسبم میشه قطعا، با تناسبم درسته. خب بریم جلوتر، بیام جلوتر. و یه چیزی هم بچه ها بگم، من تعمدن دارم رو 99 میرم جلو، چون 99 داستاندار بوده. من نیومدم یه سری تست خودم میگم آقا این تست تعلیفی حلش کنید. ملاک کنکور 99. تست 226 یکی از سوال بدقلق کنکور 99 و خیلی وقتگیر. حسین قرار اینا رو یاد بگیریم دیگه. پارسا میگه کامنت های ما رو نمیبینین، یکیش هم جواب ندادین. میخوای یه لحظه کاربرا رو باز کنی هر کدومشون ببینن؟ خب گوش کن الان بچه ها، من اگه بخوام این سوال رو حل کنم اینجوری میگم آقا اول ببین اون خلاصه رو خوندی بلدی، الان یه چیزی رو میدونی، عدد اختلاف پتانسیل دو سر باتری میشه اپسیلون منهای آی آر، عدد آمپر سنج. خب الان برمیگه، الان نارند نباش، آرام.
خب ببخشید. آروم بگی گیرید. میگم آقا عدد اختلاف پتانسیل دو سر باتری میشه اپسیلون منهای آی آر. من میام گزینه چک میکنم. چجوری گزینه چک میکنم؟ آمپرسن جریان رو نشون میده. دو تا از گزینه ها جریان سه، دو تا گزینه یک و نیمه. من میام جریان رو میذارم مثلا سه، ببینم عدد ولت سنجه چقدر به دست میاد. آقا اگه این آمپرسن جریانش باشه سه آمپر، دارم سه آمپر رو چک میکنم. این دوتا هر دو دوازده هم دیگه، این هم میشه سه، جریان شاخه اصلی میشه شیش آمپر. خب عدد ولت سنج اپسیلون شسته منهای شیش ضرب در دو میشه 48. سه آمپر با 48 ولت نیست تو گزینه ها، هیچی. خب میرم یک و نیم رو امتحان میکنم. اگه این یک و نیم آمپر باشه، اینم یک و نیم آمپره، اینجا میشه سه آمپر. عدد ولت سنج اپسیلون منهای آی آرش میشه 60 منهای 3 در 2 میشه 54، میشه گزینه 1. ببینید بچه ها، الان هر کدوم از کتاب تسته که خود من نوشتم، فار، دور دنیا در نیم ساعت، خط ویژه گاج، دور دنیا در همین سال رو برید انقدر حلشه. یعنی اول باید بگید این اتصال کوتاه میشه، بعد مدار رو معادل بگیری، مقاومت معادل حساب بکنی، بعد که مقاومت معادل حساب کردی، پس آقا از گزینه ها رو باید یاد بگیرید کمک بگیرید. از گزینه ها میتونید کمک بگیرید. علی رضا میگه اگه اون یکی بود چی؟ کدوم یکی بود علی رضا؟ نرگس عطامنش، من نگفتم همیشه میشه. من مگه گفتم؟ ببین گوش کن قشنگ، گفتم شما توی نکته و تست درست باید یاد بگیرید تست حل کنید با تستای سخت و خوب، اما تکنیک هم باید یاد بگیری. تکنیک بعضی موقع نجاتت میده. اگه من با این همه انرژی که میذارم به تو یاد بدم 20 تا تست سر جلسه کنکور حل کنی درست، دو تا تستم با تکنیک حل کنی، یا کلامو انداختم بالا دیگه اصلا زمین نیاد. بریم جلوتر یه تست دیگه. مثلا تست 228. آها، راجب محاسبات، راجب محاسبات یه عده زیادیتون میپرسیدید، گوش کنید قشنگ، گوش کن قشنگ، گوش کن قشنگ، گوش کن. یکی از بزرگترین مشکلات کنکور 99 اعدادش بود. یه دست شما قبلا جلسه قبلی، حالا جلسه داشتین که سر کلاس اومدید، من بهتون گفتم وقتی ارقام گزینه ها با هم فرق میکنه، از تبدیل واحد و صفر و ممیز صرف نظر کن. مثلا این تست شمارش هم اینجا هست، 228. دقت کنید، میگه ضریب القابری 0.05 هانریه، انرژی 0.4 جوله، بعد وصلش کردیم به یه سیمبوله 100 حلقه ای که میدم طولش 8 سانتی متره، میدان چقدر میشه؟ آقا گزینه یک من 6 داره، گزینه دو من 9 داره، گزینه 3 1 و 2 داره یعنی 12، گزینه 4 هم 1 و 8 داره یعنی 18. عددمو اینجوری میذارم، قشنگ نگاه کن. میگم که اول توی رابطه انرژی این یو یک دوم الای دو، خودم یه جوری عدداشو خوشگل میکنم، 14 جولو میذارم 4، صفر و ممیز مهم نیست. یه دوم ال 500، 500 میذارم نیم که با یه دومه بتونم بعد راحت جذب بگیرم، ضرب در آی دو. الان یه جذر از این بگیرین آیتون میشه 4 آمپر.
حالا من صفر و ممیز رو ریختم دور، ممکنه واقعا 400 اون بوده، 4000 اون بوده یا 40 بوده. بعد میرم سراغ میدان سیملوله بی مو صفر ان آی به روی ال. نگاه کن چه جوری عدد میذارم. دوست عزیزمون مو صفر 12 در 10 به توان منفی 7، فقط 12ش رو میذارم. تعداد حلقه ها 100، صفراش رو حذف میکنم، 1 میذارم به جاش. جریان رو از بالا شد 4، طول اینم 8 سانتی متر تبدیل نمی کنم 8. خب 4 و 8 2، 2 با 12 6. گزینه ای درسته که به رقم 6 برسه؟ کدوم گزینه است بچه ها؟ همه فهمیدین؟ یکی کامنت گذاشته ما اینا رو نخوندیم، ببخشید من معذرت میخوام که شما اینا رو نخوندیم. الان گوش کن، هدف این کلاس رو بفهم. به قرآن خودمو میکشم دستتون الان. زهرا صفر و ممیز و تبدیل واحد رو حذف میکنی وقتی ارقام متفاوته. حالا تو جلسه های اول و دوم نکته و تست توضیح میدم. آره بچه های ما از اونجا هم همینه، نگران نباشید. خب بریم تست 229. اینا همه بچه همان 99 دیگه. 229 به من بگید ببینم الهام، همین تستایی که بهتون میدم و خلاصه درس ها رو. الان بچه ها به من بگید ببینم ارقام گزینه های این تست فرق میکنه یا یکیه؟ به قرآن فرق میکنه. این 12 داره، این 4 داره، این 3 داره، این 16 داره، درسته؟ خب رابطه قان فارادی اپسیلون ان دلتا فی به دلتا تی، خود فی هم هست بی آ دیگه، میشه ان آ دلتا بی به دلتا تی، درسته؟ الان نگاه کنید چجوری عدد میندازم داخلش. ان 500 حلقه است، صفراش چی؟ 5 میذارم. مساحت 40 سانتی متر مربع، صفر و ممیز هیچی، 4 میذارم، ضرب داره. نمودار بیتیه، این بیش 8 دهم تغییر کرده، 8 میذارم، زمانم 40، 4 میذارم. این با این ساده 5 8 تا شد 40 تا، میشه گزینه 2. حالا ممکن بود خود 40 رو به دست نیاری یا ممکن بود 400 به دست بیاری، 4 به دست بیاری، 4000 به دست بیاری، 4ش مهمه، 4. ناموسن میفهمین؟ یکی میگه من دهمی ام چی کار کنم؟ گوش کن. خب بچه من تعمدن دارم از 99 حل میکنم و عمدن از 99 بدقلق دارم حل میکنم. بریم جلوتر، بریم جلوتر، بیایم خارج. تست 215، تست 215، 99 خارج، 99 خارج تجربی. فرق میکنه یا نه؟ ناموسن در برابر فهمیدن مقاومت نکنید. گزینه ها خب فرق میکنه. حالا رابطه هاش هم یادآوری کنم. آقا لاندا که میشد وی به اف، ببخشید وی میشد لاندا اف،
این هم سوتی ما. وی میشد لاندا اف و وی میشد رادیکال اف به روی رو آ. این دوتا رو مساوی میذارم، لاندا اف میشه رادیکال اف به روی رو آ. الان نگاه کن چجوری عدد میذارم. طول موج 20ه، میذارمش 2. فرکانس 600ه، میذارمش 6. رادیکال نیرو رو داده 36، چگالی رو داده 10، گور بابا صفرش 1، ضرب در آ. به توان 2 برسونم میشه 4 ضرب در 36 مساوی با 36 به روی آ. این با این میره، آ میشه 1/4. ناموسن 1/4 همون 25/100 دیگه. خب بریم یکی دیگه، یکی دیگه باز ببین. 99، فقط 99. خب این فشار رو حالا حل نکنیم. از ریاضی هم یه دونه حل کنیم که لال از دنیا نرید، فکر نکنید فقط تجربیه. تست 164. آره مهتاب، خب اما میگه آقا یه جعبه 50 کیلو اف فلانه، ضریب استکاک انقدر اونقدره. این بچه در جریان باشه، یکی از تستای غلط 99 بود. کنکور 99 ما دو تا تست غلط داشتیم، یکیش همین بود. حالا دلیلش هم اینه که ضریب استکاک ایستایی رو از جنبشی کمتر داده، جاهاشو اشتباه داده، ولی خب حالا الان خیلی مهم نیست. میگه نیروی که جسم به سطح وارد میکنه چیه؟ آقا نیرویی که سطح به جسم وارد میکرد اینا بودن، یکی نیروی عمودی سطح بود، یکم نیروی استکاک بود. این قرمزا سطح به جسمه، سطح به جسم. طبق قانون سوم نیوتن عکس العملش رو جسم به سطح وارد میکنه، یعنی عکس العمل این میشه رو به پایین F'ریم N، عکس العمل اینم به این سمت F'ریم. فکر میکنم این چیزی که میخوام بگم مال دوران متوسطه اوله. در راستای محور X به طرف راست علامت مثبته، به طرف چپ علامت منفی، توی راستای Y رو به بالا مثبته، رو به پایین منفی. پس گزینه درسته که مؤلفه آیش مثبت باشه و مؤلفه جیش منفی باشه. خلاص ما از صلوات. گزینه 4. خب خیلی خوب، جمع‌بندی. ما از هفته آینده استارت کلاس نکته و تستمون رو میزنیم.
بچه هایی که از ماست تو این کلاس شرکت کردن، کلاس خودتون رو بیایید اونجا هم با همین کیفیت و به همین شکل با همین انرژی کلاس دایره. بچه های دیگه، اونایی که از مجموعه آقای فخیمی هستین که خب ثبت نام کردین، بچه های خودمون حتما کار ثبت نامتون رو تا چهارشنبه انجام بدید، به خاطر اینکه باید براتون حساب کاربری باز بشه. اول آزمون، اول کلاس، آزمون آخر کلاس، خلاصه، جزوه، فلان، اینا باید براتون آماده بشه، فرایندش انجام بشه. پس حتما حتما اونایی که از جاهای دیگه ای هستین، بچهای ما سر کلاس خودشون میاد، بچه‌ها آقای فخیمی هم که ثبت نامتون رو کردید، برای بقیه بچه‌ها حتما تا این چهارشنبه ثبت نامتون رو انجام بدید. کلی کار داریم، کلی انرژی خوب داریم. در هر صورت من امسال نهایت انرژی رو میخوام بذارم که بهترین نتیجه لازم رو بگیرید. و در آخر عاشق اون کامنتی هم که دستشو گذاشته رو کامنت بلم نمیکنه. آقا میشه سوال امتحان نهایی رو بدید؟ به حضرت عباس، من سوال امتحان نهایی رو ندارم و اگه داشتم هم نمیدادم، چون اصلا ندارم که بخوام بدم. پس دوست عزیز به مراکز مجازش مراجعه کن. من نارستا دستشو گذاشته روی سال امتحان نهایی. خب عاشق همه تونم. ساعت 2 تا 6 شنبه از هفته آینده با جلسه اول اندازه گیری و کار انرژی خدمتتون هستم. لطفاً حالتون خوب باشه، با انرژی باشید. امسال کرونا حال همه رو گرفته. اگه خودتونم به خودتون انرژی منفی بدید خیلی بد میشه. این انرژی مثبت من رو پشت سر خودتون نگه دارید. هر موقع دیدی حال نداری یاد قیافه من بیافت. به قیافه من فکر کنی سر حال میشی. میبینمتون. فعلا خداحافظ.